توی این ویدیو قرار بریم سراغ جدول اصلی جایز بزرگ شیراز بریم ما هم دیگه این بازی جذاب رو تماشا بکنیم و ببینیم دنیا دست کیه با من هم رو بشید خب بریم به سراغ این مسابقه دیگه به جای هشف هفت فریم هشت فریم هستش توی جدول اصلی این از این اه توی رک اول بازی فکر کنم اوک من میبرم رک رو و ارزم به حضور گرامتون که با شخصی دارم بازی میکنم به نام علی اصغر شریفی آقای علی اصغر شریفی سی و دو ساله از اصفهان فکر میکنم که همشهری و همباشگاهی همون دوستمون بودن که دفعه اول باشون بازی کردم آقا من یک کار تکنیکی روی ویدیو انجام ندم اگر این تصویر یه هو وسطش یه روشنی میزن و این داستان ها دیگه سخته دیگه با هم مسابقه بده تمرکز کنی مسابقه بده هم به فیلم بردارید باشه دیگه یه سوتی این شکلی میدیم دیگه بزرگی خودتون ببخشید بریم به سراغ بازی ببینیم که چه اتفاقی تو جدول اصلی رقم میخوره خیلی هم خوشحالم که بازی ها رو همه رو دیدید و استقبال خوبی شد و دمتون گرم بریم به سراغ توپ سبز و توی این ضربات خیلی چشم قالب به قول معروف اصل قصه است من این توپا رو معمولا یه کوچولو یه فاصله میدم یه مکس و ده بریم به سراغ فریم دوم ایشون هم باهاشون بازی کردم بسیار انسان شریف و محترمی بودن و اینکه توی این بازی داستانی هم پیش میاد ببینید که جالبه کیوالش توی بریک میفته پوزیشن میز رو نگاه بکنیم ببینیم که به چه صورت به چه شکله توپ نارنجی رو باید بزنم بکشم برای توپ سبز س... س... نه 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 ضربه خوبی نبود ضربه خوبی نبود چند اتفاق جالب و باحالم هم تو بازی میفته روی تصویر بهتون رو میگم خب. یه میز خوب افتاده دست آقای شریفی ببین بچه همه بازیکن ها حالا اصلا به لول و قیمت چوب ندارم خیلی از بازیکن ها کربون دوست دارن خیلی از بازیکن ها چوب دوست دارن یه چیز کاملا سلیقه توپ هشت رو نمیتونه بزنه و اگر بتونم نه رو درست کنترل بکنم صاف پشت توپ ده میدونی اینجا چی مهمه اینجا پاور مهمه و افه که بری پشت ده دو هیچ بریم به سراغ فریم سوم بریک با منه بریک بگینگی بگی نگیر خوبی بود آه تو به ده افتاد تو به ده هیچ میاد بالایی چه اتفاق خاصی نمیفته میاد رو اسپات قرار میگیره و ادامه ماجرا با من هستش یه ضربه اسنوکری زدم یه جورایی خب آها اینجا بچه ها اینجا, اینجا این اتفاق میافته ببین من به آقای شرفی گفتم که بعد از ضربه که مثلا حواسم به ضربه نبود ولی هر جوری حساب کردم دیدم که گفتم ببین هر جوری حساب بکنی اون پاوری که زدید چهار به بان نخورده و ایشون داشت توضیح میداد که خورده و اینجا مجبور شدیم که از دوربین مدار بسته باشگاه استفاده بکنیم ولی نکته ای که بود براش توضیح دادم چون حرف ایشون هم باید بشنوید دیگه خب گفت مطمئن نیستم گفت که چی میگم با قول معروف فیلم دیدیم و, اینکه یکی ای از حسنای این مسابقه و این باشگاه باید بگم همین بود که بازی رو از روی دوربین کاملا زدن عقب خیلی واضح بود که نخورده ها و اینجا دیگه چه اون قانونه بود که سه بار خطا بدی فریم رو میگیریم اون دیگه تازه یاد گرفته بودیم توی بازی قبلی این دو خطا وا ببین عدم تمرکز یه کار به این سادگی رو نزدم. این که اون چیزایی بود که بد رفت تو مخم ماسک خیلی چیز ضعیفیه ماسک زیاد همچی اوکی تموم شد یعنی باید سه بار پای سر هم خطا بگیرین از حریف خودتون و متاسفانه من اینجا دست دادم به سادگی هرچه تمام تر اما میگم بعد تو بازی تنبال حواست به خیلی چیزا باشه و تا بتونی که یه میگم پردازش خوبی داشته باشه ذهنه نه افتاد با تجربه و پخته آقای شریفی توپه چهار تو پاکته م... میز میز خوبیه دیگه الان واه نزدیک بود نیفته خب... کنم دارم اف زیر میزنم با اف زیر میام پشت توپه هفته بعدی میبینیم اصلا از چوبم راضی نیستم اصلا و ابدا از چوبم راضی نبودم واقعا اینجا تازه معنی پاور و تیپ و متوجه میشین که آقا چقدر تیپ و پاور مهمه بایلا باید جون بکنه تا رو همین میز توپ بخواد راه بره و اینجا توپ ده رو میزنم باریک کل بریم بریم به سراغ فریم چهار روم سه هیچ چه ای بابا چرا بنده خدا هر موقع بریک میکنه کیوبالش میوفته خب میز رو آنالیز بکنیم ببینیم کد تنه کیه چیکار بکنیم چیکانه نباید بکنیم باز هم من از بچه ها و بر هیئت استانش فارس تشکر میکنم واقعا خیلی خوب برگزار کردم مسابقه قرم. میگه همین که مسابقات الان میتونست خیلی مشکل به وجود بیاد عشان دوربین همه چی مرتب منظم آه، چه توپی وایس داد همین چه خوب بود باز هم توپ آقای شریفی میافته. چهار رو زدم بکشم پشت توپ نارنجی توپ پنج بعدیش توپ سبز ره سبز ره یه ضربه سوپر بد سوپر سوپر بد این چه سمی بود من زدم این یه بار تنظیمات گوشی رو درست انجام نمیدم این شکلی میشه تصویری بوده کاری که الان اینجا خوب میزنه پنجه رو واقعا بد زدم واقعا تو پنج رو بد زدم آفرین تو پنو و توپ ده باری کلا سه یک بریم به سراغ فریم پنجم ببینیم که توی توی فریم پنجم چه اتفاقی رقم میخوره و خدا رو این موقعی که ضربه میخواییم بزنیم این اتفاق رو تصویر نمیافته دوباره بریک میکنم توپ میافته ببینم توپ دو رو میتونم بگیرم یا نه قاعدت هم باید ماسک کنم ولی یادتون باشه کیوبال باید به باند بخوره بعدش خب اینجا رو ببینیم بچه ها. من تازه توی راند سوم فهمیدم همچین قانونی وجود داره که چی شما موقعی که ضربتون رو میزنید اعلام نمیکنید یه توپی با صورت شانسی میافته حریف میتونه به شما بگه خودت بزن و من اینجا نمیدونستم آقای شریفی من گفت بزن و من اینجا از ساسان لشکری عزیزم پرسیدم موضوع رو و تایید کرد تازه ما تو این فریم با این قانون بال آشنا شدیم گرفتیم مطلب و برای همین گفتم گفتم بچه تو ویدیوی قبل اگر دیدی همچین اتفاقی افتاد من استفاده نکردم بدونید که من نمیدونستم ولی الان دیگه کاملا آپدیت اوکی 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 بریم به سراغ فریم پنجم و تو دست آقای شریفی نه خوب نمیزنه خوب نمیزنه و توپ تو پاکت وای میسته واقعا ورزش جذاب دوست داشتنی با حال خب توپ هشت که نیست باید هفت رو بزنم و برم سراغ نه و ده نیفتی؟ که نیفتی شیطون نه نه ضربه بعد ضربه بعد ضربه بعد از من خیلی بد زدم البته سخت بود ولی خب بد زدم اینجا نه میزنه ده سه دو بریم به سراغ فریم شیشم ببینیم که چه اتفاقاتی رقم میخوره خب ببین میسکیو که رفته این یه خطا خب شما میتونید ورداره تو پا چیکار میکنید هر موقع این اتفاق افتاد میزنید این هم باز قبل من یاد گرفتم اینو ماسک میکنید اینجا چون دیگه حساس بود میخواستیم که داور نگاه بکنه خب میزنه بازی رو پخش میکنه بازیکن کن آفر این چقدر پخته عمل کرد چقدر پخته عمل کرد ببین نزد همه پا رو باز کنه فقط زد یک رو خالی بکنه آ اینجا هم مثل دفعه قبل اون دفعه کم زدم این دفعه زیاد زدم یعنی دو بار من دو تا فریم رو سر این از دست دادم سر این یه بار آروم زدم سر این محکم زدم اما علا ایو حال بریم به ادامه ماجرا این ضربه ضربه ریسکی بودش چلایه سه میزنه میاد پشت توپ چهار و نمیدونم چرا ساید داشت به خاطر اینکه شما مثلا اگر مثلا روی خالی شد شب اون دوتا توپه گیر میکرد شاید دلیلش اینه این کارو کرده دارم یا نه گوشش رو احتمالا برای ماسک کردم و برم دیگه چون پوزیشن پوزیشن ماسکه خب ولی خب این راحت با پی... با میگن در میاد با جامپ در میادیم ور چی زد ور کلا باره کلا اعلام هم کرده هر بچه هم اون بعد از یه ضربه خود بازیکن داره میزنه چون بازی اعلامیه صد بدونید که اعلام کرده بازیکن اونم ب... آه... چی میگن مجیک رک هم بین اون دوتاست نمیشه برای ششر رو میز اینجا فکر کنم میخواد ماسک بکنه درست میگم یا که میخواد گوشش رو ببره این چیزی که همینم گوشش رو میخواد ببره نه خب الان دیگه میشه ورشتش داشت الان دیگه میشه ورشتش داشت چی کار میخوام بکنیم این چی بود دیگه چیکار کردم این چه سم می بود من زدم بریدم اونو بریدم که قاعدتا بندازم او 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 او, او کلا چه سایدی داد چه سایدی داد به کیوبال چه خوشگل اومد پشت ده دست خوش دست خوش باری کلا آفرین 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 بریم به سراغ فریم هفتم ببینیم چه اتفاقی رقم میخوره ببین زبازی کن میتونه الان ضربه پوش بزنه ولی نمیزنه اسمی میگیره که ماسک بکنه من 99 درصد این اعلام کردم کورنر پاکت خب به یک رو ببینیم چیکار میکنه رفقا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه تو بیلیارد رو خیلی کامنت بیشتر بذارین انگیزه بگیرم که مثل سنوکر شو هر شب یه ویدیو داشته باشیم از حالا چه مسابقات خودم بازیکنهای ایرانی بازیکنهای به نام جهانی یه کاری بکنید که انگیزه بگیرم بیلیارد شو رو مثل سنوکر شو انجامش بدیم بچه ساعت کاریمون هم شده نه شب بیلیارد ای, 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 ای. ساعت نه شب بیلیارد شد ده شب اسنوکر شو عشق بدید که این کار اتفاق رقم بخوره با آه آه ما اینجا وایستاد میخنده خودش هم آی شریفی و اینجا ماسک نه ماسک نیست بچه پیچی کارو جمع میکنه پاورم به نظرم زیاد بود پاورم زیاد بود و کنم دوباره هم بخواد ماسک بکنه باریکلا آفرین خیلی خوب زد خیلی خوب زد باریکلا نه نتونستم این بار بزنم به توپ اوه, اوه چی پیدا کرد پشت چی آه. چقدر بد زد چقدر روحت میتونست ماسک بکنه منو اینجا دیگه از تجربه من بود دوباره ده افتاد دیدین دوباره الان میتونه بگه خودم بزنم و این هم دیگه بچانسی ما بود دیگه برای خیلی حواستون تو تنبال جمع باشه که آقا ضربه میزنی یه درصد احتمالی باری کلا اگر احتمال میدی که میفته اعلام بکن دیگه بریم بریم ادامه داستان مجبورم با جامپ بزنم چون هیچ راهی نداشت خیلی از جامپ نه بد زدم بد زدم هدف گیریم اینجا ایش. اشکال داشت هفتمو داریم با هم دیگه نگاه میکنیم خب یه خطا هشت نبود صاف میخورد به توپ قرمز این دو خطا اگه اینو ماسک بکنه در نیارم این فریم رو من باختم ای هم بعد بزنه که به باند بخوره هم من در نیارم فریم رو باختم واه یه جایی باندشناسی به کار آدم میاد و کار آدم راه میندازه خدا شکر از خطر از بیخ گوش ما رد شد بریم به سراغ ادامه ماجرا توپ پس رو بندازه نمیشه دوباره مثل اون دوه رفت تو پاکت وایساد بد افتاد توپه نوبت توپه چهار هستش آفرین آفرین عجب چهاری زد پسر عجب چهاری زد به پنج نگردش خیلی خوب زد خیلی خوب زد پوزیشن فقط توپ 9 خوب نیست ببینیم که برنامهش برای توپ 9 چیه خب اینجا با یه افرور چپ میاد پشت توپ هفت خب نه استام میزنه نگه میداره بله توپ نو میزنه میره سراغ توپ ده و میزنه بریم به سراغ فریم هشتم بازی و توپ یک کجا رفت خب ببین الان مثلا اونجا من از ضربه پوش استفاده میکنم خوشی که به شکارهای روش انجام داد و رو خودش میخواد ضربه رو بزنه دقیقا حالا من اینطوری نمیخواستم بزنم من یه سبک دیگه میخواستم ماسک با کنم به خاطر اون شکلی اون که کیو بالا اونجا نگه داشتم معمولا بازی هایی که جامپ خیلی تمرین دارن یه جوری میزنن ماسک بشه که حریف بگه بزن و با جامپ الو معروف تو پات بکنن اینجا باز از جامپ میخواد استفاده بکنه خب ماسک شده سایت داره میزنه با سایت داره میزنه خوبم داره میزنه داره یا نه داره یا نه کنم داره, داره که دارم مستقیم میزنم و کنم ماسک شد آره وای من اعلام کردم اعلام کرد باری کرد آفرین و اینجا ماسک نشد فکر کنم میخوام بزنم میدل پاکت اگه اشتباه نکنم آره ولی یه جوری زدم که نه بتونم یه ماسک بگیرم خب تو نمیده فکر نمی, ده. نمی کنم داشته باشه یکی از اون ضربات بدم بود خیلی راحت میتونستم برم پشت توپ 9. کم دقتی کردم آفرین توپ دو رو میزنه نه از توپ سه و تو چهار جلوش بسته است اوکی پلنت میزنه تو پلنت تو استوکر گفتم میگیم توی بیلیار بهش میگن کمبو خب میره واسه ماسک کردن نه نمیتونه این کار انجام بده باید ببینیم که ادامه ماجرا چی میشه پوزیشن میز میز بدی نیست توپی گیر و گور نداره فقط نیاز به افهای دقیق و درست و اینجا اگر بخوره به صورتی ماسک هم میشه ماسک شد دوباره چوب جامپ برای کلاه کیوبالش هم نمیافته کیوبالش هم نمیافته آ این دیگه ببین یه انقدر نزدیک باید خیلی چوب ببری بالا خیلی سخت بعدم حالا میگم باز هم حالا بچه ها دمشون گرم این چوب جامپر رو به من داده بودم ولی اون چوب جامپی که تو مسابقات تهران یادتونه دستم بود یه دونه مسابقه ایگه نه نه ببخشه اون چوب بریکش بود حواسا نه ببخشید اون جامپ رو بعد میدیدید اون چوب جامپ رو بعد میدیدید اصلا پرواز میکرد کیو بریم بریم به سراغ ادامه بازی متاسفانه ماسک شدم و خطا دادم توپ افتاد دست آقای شریفی و بازو داره بیریخت میشه نمیدونم اوزا داره بیریخ میشه هر چقدر اوزا داره بیریخ میشه ای شریفی داره بهتر میشه و بازی که سه ایچ افتادم جلو رو الان پنگ سه افتادیم عقب ای بابا بریم بریم به سراغ فریم نهم ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره به هشت دیگه هر کس هشت بشه بازی رو برده از برکام توی این مسابقه خیلی راضی هم بچه بریک و هر کسی یه جوری میزنه هر کسی یه جوری راحته و اگر هی عوض بدل بکنید بریکتون تا به یک ثبات برسید که آقا البته بازی به بازی هم فرق میکنه ناین بال فرق میکنه ایت بال فرق میکنه تن بال فرق میکنه خب اینجا اولین خطا رو میده جایی نداره من بخوام ماسکش بکنم البته تمام ضربه اولم نیازیش که ماسک بکنید کسی رو این این چه ضربه سم من دارم میزن میتونی دوتا تو پاد کنی بعد دوباره ماسکش بکنی اوه تو چی انداختم کاش اعلام میکردم بچه یه یه موقع به الان تو چون شانسی افتاده از من درخواست میکنه که دوباره بزنم واه صاف میتونه توپ هشت رو بندازه به راحتی هم میتونه با نه بندازه میتونه با هشت بندازه اوکی آه به سر هشت رو انتخاب کرده بود نیفتاد تو این ضربات با اف زیر نزنید با اف زیر بزنید خود چهار هم میفته نه ضربه خوبی نبود پوزیشن خوبی نگرفتم نه نتونستم پات بکنم حالا چیزی که هست شیشه خوب جای وایسا ولی خوب نذارم خیلی اختلاف داشت خیلی اختلاف داشت ببینیم ما آیا ماسک میتونه بکنه یا که نه با پسر 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 وایسا ندی تو پسوره شیشو و اینجا تونستم ماسکش بکنم آره که دوباره با جامپ خوب با جامپ خوب و کیوبالش نمیافته آ آه نه 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 اینجا خطا داده بود دو... کیوبالش خورد به ده موقع که داشت جامپ میزد یا موقعیت عالی پاورش یکم کم بود میدل پاکت ای وا ای وا ای وا ای وا ای وا این چه دهیه تو نمیزنی اترس همین که من محکم بزنم چی بهش میگن آروم زدم توپ نهم مگرنه افش همه چیش درست بود آه چه شانسی هم میارم چه شانسی هم آورم نیفتاد ببینیم ده رو میزنه آی شریفی داره یعنی بچه سایری هم میبینم داره میده بهش نه آی شریفی هم نمیزنه تو به ده و بازی گره میخوره ببینیم که چیکار باید بکنیم اون تلاش کردم که البته من اینو نمیخواستم اینطوری بزنم میخواستم بورشی تر بزنم یه حالت چیز بشه واه نزد میخواستم ارزی این کار انجام بدم حالا یه لانگ شات بهم به میده چه هفت فشار بازیه کجا زدم کیوبالو ببین کجا وایستاد واه باری کلا باری چه دهی زد نمیدونم چرا ت... بد زدم این توپو البته که به چوبم خیلی رب داره خیلی رب داره ببینید یه چیز جالب به شما بگم که میگه آب چوب الان چه ربطی داره چوب که صاف میره و این داستان نه شما چرا انقدر بابت تیپ پول میدید چرا بابت تیپ هزینه میکنید تیپ هایی که با کیفیت هستن خطا نداره دقیقا همون جایی که شما ضربه میزنی دقیقا همون جا هم ضربه وارد میشه توی تیپ هایی که حالا کوالیتی پایین تری دارن این شکلی نیست یه کوچولو توپ سفید رو به سمت چپ و راست به مایل ها بچه ما داریم در تو میلیمتر صحبت میکنه اما به سمت چپ و راست پرت میکنه اینکه این جدا از جنس کیوبال شکل و شمایلش برندش فلا اینقدر با هم فرق میکنن یه تیپ ما داریم که میدونم پنجا هزار تومن یه تیپ داریم دو میلیون تومن یکی از فرقاشون هم همینه و میگم نمیتونم صد به تقصیر چوب ولی چوبه بی تاثیر نبود تیپ و چوبه بی تاثیر نبود بریم در ادامه ماجرا فکر کنم ماسک نه نشده و توپ شانسی میافته بریم به سراغ فریم ده بازی توپ آب... تو... توپ پنج روی میز نیست و صلاح میدونه که از این ور بیاد چرا واقعا نگه با یه اف ساده بیاد پشت اوه 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 او او چقدر بد ولی خب چه فایده ماسک بعدی این ورزش بیلیارد و سنوکر اینه ورق برمیگرده دیگه برمیگرده لعنتی اوکی ولی ماسک شد الان دوباره من زدم میدونی چیکار کرد توپ ده و فرستاد کنار توپ نو باریکلا که اگر من این سه تا توپ رو زدم سری بازی تموم نشه شرایط تو برام سخت کرد باریکلا به ذهن خوبش من دقیقا چی کار میکنم آه من با توجه به این بد زدم منم با توجه به این موضوع گفتم اوکی بذارم تو فاز ماسک کردن که به قول معروف با خطا بتونم ببرمش چون گیر داره بازی اوکی اینجا این هم کنم توپه هفت رو دارم و توپه هفت نمیفته کل این ورزش بازی ذهنه ذهنتون به هم بریزه به داستان میخورید اوکی حالا خودش میاد سراغ توپ 9 و 10 ببینیم که چه پلن و برنامه واسه این موضوع داره احتمال زیاد چیزی که من دارم میرم خواهد گوشش رو ببره بچه من خودم الان این بازی رو بازی هم کردم شاید باورتون نشه ولی سری سه سهنداش رو یارم نمیاد چه اتفاقی افتاده از ریاکشن خودم و حریف متوجه میشم که چی کام میخواد بکنه و من تمام تلاش هم کردم کیوبال بال نیفته م... سو... م... نو پا... نه نچه پات کرد و اینجا خودم حواس نبود و من جل دوربین به همه میگم آقا جل دوربین وای نسیم خودم رفتم جل دوربین خب اینجا اعلام کردم کورنر پاکت و اینجا داره ساید راست میده یکم عالی 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 توپ ده رو ببینیم میزنه یا که نه میزنه باری کلا اینجا نکنه من بلند هم دست دادم <applause> من این مثلا نمیدونستم از اول بازی بازی هشت فریمه که برگشتش به گفتش که بازی هشت فریمه و خود همینم خیلی نکته مهمی بود خیلی نکته مهمیه که آقا شما ده هفت فریم بازی میکنی هشت فریم بازی میکنی خیلی مهمه که من اینجا اصلا با با بند خدا دست بدم گفت آقا چرا دست بیدی؟ گفت مگه هفت فریم نه آقا هشت فریم تو جدول و بریم بریم ادامه ماجرا بریم چه اتفاقی رقم میخوره بریم بچه من اینقدر با شما چیزم با شما ندارم که یه همچین سوتی وحشتناکی رو میدم به ادیتورم نمیگم که آقا تو ویدیو در بیار چه میدونم زای است و فلان و بیسان این حرفا میذارم تجربه برای شما بشه برای خودم بشه که آقا قبل از اینکه مثلا مرحله عوض میشه حتما بپرسی که آقا چند فریم شده این نکته آموزشیش اینه ماسک میکنه از حالت ماسک خارج میشم واه نمیزنه توپ یکم توپ دو رومیز نیست توپ سه رو به خوبی میگیرم میام پشت توپ چهار و بعدش توپ پنج رو بزنم میز میز خوبیه این از شیش این از توپ هفت که یه اف روی راست میخواد بچه اف روی راست میخواد این تمایل ها ببینا کن یه کوچولو اف راست میخواد این توپ هشت کشیدم برای توپ نو ای وای ای وای اینجا چو انقدر ناموکو انقدر محکم کوبیدم زمین خورد به دوربین از اون دوربین هم بیفته این توپ نو و این هم از توپ ده و تمام ای وای <applause> واقعا دوست داشتم اونجا که اونجا که توپ نو بود <applause> توی دهنه پاکت وایساد اینون اون میمه هست در اومده قل... یا او طرف قلط میزنه رو زمین <applause> به شانس خودم که یعنی چی تو انقدر خوب بزنی و تو ده... نوه تو اونطوری نگهداری، یعنی انقدر عصبانی بودم خواستم مثلا زمین و زمان رو فوش بدم که چرا نوه بعد اونجا وایسه و شیراز با تمام خوبی و بدیش تموم شد و با آقای علی اصغر شریفی هم تبریک میگم که رفتم بالا همین نوبت با یه چیزی به شما بگم فقط این خیلی حالا میگی میخندیم با هم دیگه حال میکنیم تجربه و هر چیزی که هست رو نقد و بررسیش رو برای شما میذارم ولی بازی هایی که میبازم با تو میگم میخندم ولی خیلی داغون میشم یعنی همون بلایی که سر میز اومده سرم و حالا نشستم با شما میبینم که چه بلایی سرم اومده و خیلی کار سختی ها من واقعا میرزم به هم نگاه لبخندم نگاه نکن عصبانی هم. ولی الان یه حال تموم شد کلی تجربه خوب داشتم و انشالله مسابقات بعدی با تجربه بهتر با تمرین بیشتر با چوب بهتر بتونم که شرکت بکنم امیدوارم که از این ویدیو چی میگن لذت برده باشید و اینکه لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و همین دیگه چیزی ندارم بگم تا شب دیگه یه ویدیوی دیگه فعلا خداحافظ عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت بکنید پکیج آموزش تصویری بیلیارد هست که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد هست لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش